شک عزیز دلم، اگه بدونی چه حالی داشتم. مثل این که هیجانات زیادی به مزاقت خوشایند نیست. هیجان چی آقا نده؟ تو این چند وقت مردم و زنده شدم. مرگ جلو جفت چشام دیدم. اون از موادی که بیخبر از من تو ماشین جاساز کرده بودین. اینم از گیر افتادن دم صبحی. دیگه این پمپا کرده بودیم که گیر افتاده بودین. چی شد؟ پس این کدوم خری بود که گفتش برای پول حاضر هر غلطی بکنه؟ ها؟ منو چق داشت. بالا قرار اینجوری نداشتیم. بگیرو ببند و پلیس بازیو. خفه، وقتی که تو قول دادی با من همکاری کنی، پس اون چیزی که من میگم باید انجام بدی. فهمیدی؟ بله. پولا کجاست؟ پولا؟ آها، تو هتله. جاش امنه؟ خیال تخت تخت امنه امنه. پولا پیش من که باشه خیالم خیلی راحته. غلطه، خفه شده، غلطه، روسه شما غلطه. میرم میارمشون. حالا فقط بذار آبا از آسیا بیافته و خفه شد. امشب امشب که نمیشه آقا ناده. مگه ندیدی صبحی چه قشقرقی به پا شد جلو هتل؟ ممکنه پلیس اون دور بر باشه. گفتم همین امشب. خفه شدم، روز شب آقا ناده. چشم چشم، فهمیدم فهمیدم، امشب میرم بیارم ازش. بیست‌وسه دیده شدم. شما در محل مستقر باشید. فقط عملیات تعقیب و مراقبت. منتظر دستورات بعدی من باشید. چرا باورت نمیشه موسی؟ زده به سرت. چرا باورم بشه؟ اگه تو راست گفته باشی باید دور برمون پر پلیس باشه. کو یه دونه‌شون هم پیدا نیست. سوار شو بریم. ای موسی، من نمیدونم چرا مامورا اینجا نیستن. نمیدونم چرا تا حالا ما رو دستگیر نکردن. فقط اینو میدونم که کلی به زهرا التماس کردم که تو رو لو نده. ولی باور کن موسا، نادر لو رفته. دیر یا زود هم دستگیرش میکنن. موسا ازت خواهش میکنم، ازت خواهش میکنم از نادر دور شو. میگم بچه حالیت نیست واسه همینه دیگه. من اگه اونو ول کنم اون ول کنه من نیست، میفهمی؟ آخه چرا؟ چه از اونه میخوام؟ اینا رو، پولا رو میخوام. پس این پولا مال نادره. شیشه عمر عقده‌هاشتم هست. اگه همونجوری باشه که دوستت گفته، نادرم لو رفته باشه، پلیسا میگیرنش، میکننش تو زندون. آقداشت هم پولا رو برمیداره، میره دنبال زندگیش. فهمیدی؟ تو چی میگی موسا؟ بچه ای دیگه، حالیت نیست من چی میگم. خودشه، هیچی نمیگیر، ساکت. الو؟ سلام آقا نادر. تو کدوم گوری هستی پسر؟ آقا نادر، اوضاع خیلی قمر در عقربه. این برا پر پلیسه، مأمور بازاره، میفهمی؟ یه وقت این برا پیدات نشا، منم دیگه نمیتونم صحبت کنم. کاری نداری شما؟ جدی میگی؟ آقا نادر،
آقا نده، به خدا دروغ نگفتم، پلیسا دنبال من بودن، گفتم یه وقت شما اینجا نیایید با هم گیر نیفتیم. تو چرا خیال میکنی که خیلی زرنگی؟ اختیار دارین آقا نادر، ما سگی کی باشیم؟ بفرمید. بلایی به سرت بیارم که مرغان هوا به حالت گریه کنن. آقا نادر، آقا نادر چیکار میخوای بکنی؟ 24-21 پریش نداشته باشی. خودش به من. بس سهم من چی میشه؟ فراموش نکردم. این هم سهم تو. همین؟ قرار ما خیلی بیشتر از این بود. قرار ما تحویل دختره بود. تحویل شدی؟ نه. پس با هم تصفیه حساب کردیم. اما تو چرا دوست عزیزت رو فراری دادی؟ من مجبور نیستم جواب شما رو بدم. خیلی به خودت مطمئنی؟ شما دیر یا زود گیر پلیس میافتی. منو از پلیس نترسون. زنگ بزن. من شمارهشو بلد نیستم. من بلدم. حرف بزن. من این کارو نمی کنم. چرا این کارو میکنی؟ نه، به خاطر برادرت این کارو میکنی. باش تماسو گیر. الو زهرا، من یه دیگه بشنم. اون پیش منه. تو؟ دنیای کوچیکی داریم، اینطور نیست؟ گوشیو بده به مریم، من با تو کاری ندارم. چیه؟ خیال کردی اگه تو خونه یه پلیس اتراق کنی، در امانی؟ کور خوندی، دیگه جرأت نداری تو این شهر بمونی. آره، شاید بهتر باشه با دوست عزیزت یه سفر برم. نه، اینطوری خیلی خوبه. با مریم کاری نداشته باش، اون هیچ ربطی به این ماجرا نداره. چرا؟ دیگه همه چیز به هم ربط داره. حالا که بی دعوت خودشو قاطی کرده، من بازیش میدم. اصلا چطور یه نقش قشنگ بهش بدم؟ ها دوست عزیزش دل منو شکسته، شاید اون بتونه جبران بکنه. آره بعدم نمیشه، به نظر خیلی بیشتر از تو اهل زندگیه. دست از سر مریم بردار، میشنوی؟ میگم اگه به برادرش رفته باشه، خوب میدونه چطور از آب گلالود ماهی میگیره. خیال کردی مریم مثل موسا نیست که پولای تو چشماشو کور کنه. حوصله کن، هر کسی یه رگ خوابی داره. خیلی نامردی، تو اینطوری میخوای از من انتقام بگیری؟ ولی به حرفم گوش کن زهرا، اگه عاقل باشی سر دوستت وارد معامله میشه. چطور میخوای بعدن با وجدان خودت کنار بیایی؟ ها تو داری همه چیز رو برای لجبازی تباه میکنی دختر. نه حالا تو گوش کن، امشب بس زهرا، خوب به حرفم گوش کن. به دوست عزیزت مریم و آیندهش بی تفاوت نباش. شنیدی که چی گفتم؟ الو الو، خیلی خوب دیگه بهتره برید، بعدم بهت میگم که باید چی کار بکنی. معذرت میخوام مریم خانم، دست خودم نبود، این شرایط لعنتی باعث شد که عصبونی بشم. خیلی خب برید. مریم خانم از من دلخور نباش. بریم مریم. ۲۴-۲۱ خودرو مورد نظر حرکت کرد، تعقیب نامحسوس. چی؟
چی گفتی؟ کی؟ مگه من نگفتم که خیلی خوب مراقب باشی من دارم خودم میرسونم آره دارم حرکت میکنم مراقبش باش اشرف خانم خداحافظ سلام سلام هنوز نخوابیدین؟ داشتم از نگرانی میمردم چرا موبایلتون خاموش بود؟ تو ماموریت بودم ما امشب خیلی چیزا دستگیرمون شد درباره نادر مریم هنوز نمیخواد بگه چرا دوستتون از پاسگاه فرار کرد؟ اونو برادرش رفتن هتل و شانسامانشونو گرفتن برادر مریم برای نادر کار میکنه درسته؟ مریم هیچ نقشی نداره ولی نادر بعد از پدر رفته سراغ موسا پس برای نادر کار میکنه چرا از اول نگفتی؟ منم اینو امروز فهمیدم شما میدونین مریم الان کجاست؟ بله صحیح و سالم تو راه تهرانه نادر چی؟ دستگیرش کردین؟ نه آخه چرا؟ پس کی میخواین این کار بکنین؟ نادر الان به خون من و خانوادم تشنه است و داره آزادانه برای خودش ول میگرده اصلا نمیتونم فکر کنم اگه امروز دستش به شیرین میرسید چه بلایی سرش میومد؟ بابا اگر از زندان آزاد بشه کی میتونه تضمین کنه نادر و دوستای خطرناکتر از خودش بلایی سرش نیارن رضا اون چی میشه تنها و بیخبر چه بلایی سرش میاد همه این چیزایی که شما میگید درسته ولی ما فعلا به دلایلی نمیتونیم نادر دستگیر کنیم من فردا باید برم تهران منم همراهتون میام نه یعنی فعلا نه ما باید تحقیقات پرونده رو تکمیل کنیم هر وقت یه جای امنی برای شما آماده شد بهتون میگم بیاین تهران شب بخیر شب بخیر عجله کنید تو رو خدا
خانم حالش خیلی بده، نه اجازه میده ببرمش بیمارستان، نه میزنه دکتر خبر کنم. عجله کنید. که بهت گفته بودم برمیگرد، گفته بودم نه، پس چرا نذاشتی که اینطوری بهتره؟ چی داری میگی مرزی؟ خستم، بذار راحت باشم. تو دیوانه ای؟ به خدا دیوانه. نادر، راحتم بذار. خیلی خب، آروم باش، آروم باش. الو، سلام، با دکتر کار دارم. میدونم ساعت چنده، گفتم با دکتر کار دارم. میدونم خانم، میدونم. همین الان لطفاً خواهش میکنم. سریعتر. مادر جون من رفتم. مواظب خودتون باشید. خداحافظ. خداحافظ. هر خبرشو بهتون اطلاع میدم. شما خواهش میکنم اینجا تشریف داشته باشید، هیچ اقدامی هم نکنید. تام برو، خیالت راحت باشه. برو برو، دیرت میشه. خداحافظ. خداحافظ. الو، بفرمایید. مریم جان سلام، خدا رو شکر، حالت خوبه؟ تو چطوری؟ ما نیم ساعت پیش رسیدیم. نادر که اذیتتون نکرد؟ اگه بدونی چقدر دل واپست بودم. نگران نباش، شب خیلی بدی بود، اما بعد از صحبت کردم با تو دست از سرمون برداشت. تازه معذرت خواهی هم کرد. باورت نشه مریم، تو نادر رو نمیشناسی. اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد، مرد خشن و ترسناکیه. اما خیال میکنم اگه چیزی رو که ازش برداشتی پسش بدی دیگه کاری به کارت نداشته باشه. تو چی داری میگی مریم؟ نادر تا زهرشو نریزه دست بردار نیست. دیگه خیلی داری سخت میگیری یا زهرا. منم دل خوشی ازش ندارم، اما شاید اگه ما هم جای اون بودیم کاری بدتر از اون میکردیم. بهتر نیست دیگه انقدر سر به سرش نذاری؟ مریم تو رو خدا خوب به حرفام گوش بده. تا میتونی از نادر و هر چی که به اون مربوطه فاصله بگیر. بیشتر از این نمیتونم برات توضیح بدم. مریم جان ازت خواهش میکنم.
کنم. اگه منو دوست داری بهم قول بده. هنوز از راه نرسیدی داری گزارش خدمتشون عرض میکنی؟ دیوونه شدیم اون ساعت چه کار کردی؟ انگار یادت رفته دیشب به خاطر همین رفیق عزیزت بود چه بلایی داشت سرمون میومد. کسی رو گردن کسی ننداز. مقصر تویی، مقصر زیاده خواهی خودته. چی میزنم صدا در نیادا؟ تو اگه دسته بزندشتی خوب بود دیشب جلو اون برتی که در بیاد. بازه دیگه چه خبر شده خدای من؟ هنوز 10 دقیقه از اومدنتون نگذشته باز دوباره شروع کردی؟ آخه چه مرگتون شما دوتا مثل سگ و گربه میافتین به جونم؟ دست از سر من یکی وردار مادر. تو دست از سر ما بردار موسا، ولمون کن دیگه. موسا خفم کردی بس دیگه. خیالات برات نداره مرگم، فهمیدی؟ تا وقتی که توی خونه هستی باید در پای من گوش بدی. نمیخوای گورتو گم کن. پسر جون تو اینجا چی کار میکنی؟ من بابام تو اینجاست، اومدم ملاقاتش. خدا مشکل همه رو حل بکنه. ایشالله. آقا ساعت چند نمی بخشی؟ یه ساعت دیگه مانده با ملاقات. بومپی آقا نادر اومده یا نه؟ علیکه سلام یارو. تو هنوز زنده ای؟ سر به سرم نذار، گفتم اومده یا نه. شنیدم چی برغور کردی؟ آره اینجاست، ولی که من جای تو بودم و امروز دمپلت نمیرفتم. هرچی؟ آخه امروز احوالش خیلی مگسیه، عیالش بنده خدای خورده مریض احواله. من باید ببینمش، بکش کنم. تو که عقل نداری، میخوای بگی بایو خود دانی. سلام آقا نادر، راستش اومدم بگم که ما رسیدیم. سویچ ماشین و موبایل رو بذار و برو. تو آدم غیر قابل اعتمادی هستی. آخه چرا؟ همه چیزو زیادشو میخوای، زودم میخوای. اینطور آدم ها مرام ندارن، برای اینکه به خواستشون برسن دست به هر کاری میزنن. تو باید یاد بگیری حتی اگه دزدی یه دزد با معرفت باشی. آقا نادر من باز بی معرفت هاشی. یعنی چی؟ شما هر کاری گفتی من گفتم چشم. دیگه چی کار باید؟ حوصله حرف زدن ندارم. شنیدی که چی گفتم؟ چیه؟ نمیتونی دل بکنی ها؟ تو آدم بیارزشی هستی، اما یه فرصت دیگه میخوام بهت بدم، اونم نه به خاطر تو بلکه به خاطر خواهرت مریم. اما آقا نادر این حرف به حرفم گوش کن و خوبم گوش کن، چون دوباره دیگه تکرارشو نمی کنم. من از مریم خوشم اومده، میخوام که زن من بشه. هرچی هم که بخواد براش مهیا میکنم. صدق سری اون زیر بال و پرتون هم میگیرم. معنی حرفای من خواستگاریه، جواب میخوام، اونم خیلی زود. آقا نادر شما که زن داری، اینو همه میدونن، دوستش هم دارم، ولی به کسی مربوط نیست. برای خودت هم که شده سعی کنی اتفاق بیفته، با این کار اتفاقای خیلی خوبی میفته. مطمئن باش برای تو و مریم بد نمیشه. راستی
فعلا ماشین و موبایل میتونی پیش خودت نگه داری تا ببینیم بعد چی میشه. سلام آقا نوید، خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشم. زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. ممنون. خواهش میکنم، قابل شما نداره اصلا. شما دیرتون نشه، مگه نمیخواستید بری تهران؟ من راستش گفتم شاید امروز بشه دیگه نرم دیگه، البته با اجازتون. میگم جدی هم بخوایی بریم، من در خدمت هم دیگه، امروز دانشگاه نمیرم. نه خیلی ممنون، متشکرم. خب به سلامت دیگه. به سلامت. با اجازتون. سلام برسون. با اجازتون. آدم سر از کار این موسا در نمیاره. مادرت میگفت رفتید سفر، خودش هم که میگفت میخواد ببرد چند روزی گردش. حالا چی شد که نرفته برگشتید؟ کارش تموم شد، زود برگشتیم. کارش؟ من که باور نمیکنم دایی. منم نمیدونم دایی، خودش اینطوری بهم گفت. حتمی دوباره با هم حرفتون شده که تو اومدی پیش من. نه چیز مهمی نیست. خدا کنه. مریم جان اینجا کوچیکه، دلم نمیخواد کسی سر از زندگیمون در بیاره. هر وقت موسی اومده اینجا و تو هم بودی، بی خودی یه قشقرقی را انداخته و رفته. دایی غذا رو گذاشتم رو چراغ، میرم تا امامزاده، زود برمیگردم. مریم جان از حرفم ناراحت نشو، شما مثل بچه های خود من هستید. با اجازه. مریم در واکن.
باز کجا بدون اجازه رو افتادی این طرف اون طرف میری؟ احترام اینجا رو نگه دار موسا. حرف نباشه، جواب منو بده. مگه نگفتی دیگه جای من تو اون خونه نیست؟ تو هم خدا خواسته زدی به چاک جده ها؟ چی از جون من میخوای موسا؟ آخه من خواهرتم، واسه چی انقدر عذابم میدی؟ تو رو باید تیکه تیکت کنم. تازه داشتم 2010 گیر می آوردم که تو رفیقت افتادید وسط و کاسه‌گوزه‌ها رو همه رو به هم ریختید. دروغ سرهم کردید که پلیس‌ها دنبال منن. اعتبار منو پیش حسابکارم از بین بردید. بهتر موسا، به خدا به نفته. این آدم همه چیزش واسه تو دردسره. تو آخه چرا نمیفهمی موسا؟ خفه شو، به تو هیچ ربطی نداره. جواب منو بده. ولم کن موسا، دست از سرم بردار. کجا؟ جواب منو باید همینجا بدی. به خدا داد میزنم ها. غلط میکنی داد میزنی. جواب منو بده. مریم، مریم صبر کن. مریم صبر کن. مریم صبر کن. مریم با تو هم صبر کن. مریم صبر کن، کارت دارم. ولش کن. گفتم ولش کن. میخوام باش حرف بزنم. در مورد من چی فکر میکنی؟ هیچی، به من مربوط نیست. من سختگیر و ترسناک به نظر میرسم. همشم امر و نهی میکنم. درست، ولی باور کن با کاری که من دارم و آدمایی که دورور من هستن، اگه فرم دیگه بخوام برخورد بکنم منو نابود میکنن. این چیزا چرا به من میگید؟ برام مهم نیست. تو دوست زهرا هستی. مطمئنم که قبلا زهرا در مورد من باهات حرف زده. حتی میتونم حدس بزنم که چیا گفته. اون یه دیوونه است. شما حق ندارین راجع به اون اینطوری صحبت کنی. چرا؟ حق دارم. اون خیالات برش داشت. به محض اینکه فهمید میخوامش، سر ناسازگاری گذاشت. اون خیال میکرد یه عاشق دلخسته بهش چشم داره. حتی نفهمید برای چی میخوامش. من حاضر بودم براش هر کاری رو انجام بدم. نه برای یه دختر جوان و لجباز به اسم زهرا، نه. برای چیزایی که میتونست با خودش به خونه من بیاره. این حق هر آدمیه که انتخاب کنه. کسی رو نمیشه مجبور کرد. تو چی فکر میکنی؟ خیال میکنی این حرفا رو برای چی دارم بهت میزنم؟ نه، زهرا دیگه برای من تموم شده. الان برای چیزای دیگه میخوامش. بهتره اینام بدونی که فقط مسئله من اون ساک و محتویاتش نیست. زهرا چیز رو خراب کرد که من یک عمر با همه داراییم ساخته بودمش. این حرف رو برای این بهت گفتم که منو به چشم اون برادر دروغگو و جاه طلبت نبینی. دست از سرمون بردار. بذار زندگیمونو بکنیم. موسا آدمی نیست که به درد کار شما بخوره. من هم اینو میدونم. اما تنها کسی که قبول نمیکنه اونه. نگاش کن، هر جایی که من میرم دنبال من را میفته. با فکرایی که تو کله اونه، چه من باشم چه نباشم، اون راه کج خودشو میره. نمیفهمم چی میخواید بگید؟ منم به اندازه تو نگران موسا هستم. منتها به این دلیل که اون با حماقت و جاه طلبیش برای من درد سر درست میکنه. میبینی؟ ما چقدر میتونیم اهداف مشترکی داشته باشیم؟
من میخوام یه جورایی کمکش بکنم. چه جوری؟ بستگی به تو داره. تو میتونی کاری بکنی که خیال هر دومون از بابت موسا راحت باشه. منم کاری میکنم که موسا بدون اینکه راه کج بره با آرزوهاش برسه. منتها یه شرطی داره. چه شرطی؟ تو عاقل‌تر از زهرا هستی، باهوش‌تر از اونی. ای کاش قبل از اون تو رو میدیدم. باید میفهمیدم چی میخواهید بگید. نه نه نه، قرار نشد اولین چیزی که به ذهنت میرسه به زبون بیاری. چیزی که من بهت گفتم اسمش فرصت. من آدمی نیستم که به هر کسی این پیشنهاد رو بدم. تو یه طورایی شکل خود منی. البته اجباری هم برای خواستم ندارم، اما اگه میخوای زندگی آیندت رو تضمین بکنی و درباره موسا هم خیالت راحت باشه، بهتره به پیشنهاد من فکر بکنی. با اجازه. برای اینکه حسن نیتمو نشون بدم فعلا موسا رو میذارمش کنار. موسا؟ موبایل. برو به فکر زندگی خودت باش پسر. مگه چیزی شد آقا نادر؟ آقا نادر چی بهش گفتی که همه چیز ازم گرفت؟ مگه با تو نیستم؟ دست از سرم بردار. دست از سرم بردار موسا. مریم، مریم صبر کن. زهرا چه شد یه دفعه مادر؟ یه لحظه خوابم برده بود ولی خب عزیزم پریشونی، همش فکرت پیش باباته. اینجوری بدتر خودتو هول میکنی. نمیدونم چی میشه، هزار جور فکر و خیال عجیب و غریب تو سرمه. برای همه نگرانم، همش میترسم. بی خود نگرانی به خودت را نده، امیر تهرونه، هر کاری بتونه برات انجام میده. توکل کن به خدا، اعتماد کن. یعنی چه؟ اگه اومگه هم نیار، بلند شو برو بیرون یه هوای تازه بخور، انشالله همه چی درست میشه. شیرین کجاست؟ شیرینم که نگو، هزار ماشالله. وقتی آدم میشینه پلوش انقدر آدم رو به حرف میگیره که نگو. الانم تو آشپزخونه است. پاشو پاشو بریم تو آشپزخونه. پاشو چشم. شما برین، من الان میام. پاشو بیا.